بینندگان گرامی، سلام بر شما. توجه شما را به اخبار امروز سرخط جلب می‌کنیم. فریاد غارت شدگان علیه چپاولگری حاکمیت آخوندی به شعارهای مردم هم رسید. غارت شدگان مؤسسه ملل در شیراز در اعتراض به غارت سپرده‌های خود در مقابل شعبه این مؤسسه در چهارراه مشیر تجمع اعتراضی برگزار کردند. آنان علیه کارگزاران دزد و غارتگر رژیم شعار می‌دادند. ملت فرزانه اینجا شده دوزخانه روحانی حیا کن، پول ملت رها کن. ای آخوند حیا کن، پول ملت رها کن. اعتراضات گسترده معلمان به مناسبت روز جهانی معلم. هزاران معلم آزاده و فرهنگیان بازنشسته روز جهانی معلم در مقابل سازمان برنامه و بودجه رژیم و چندین شهر کشور دست به تظاهرات زدند. تظاهر کنندگان خواهان آزادی زندانیان سیاسی و زندانیان معلم شدند. آنان با خواندن سرود ای ایران دیکتاتوری ولایت فقیه را در برابر اراده مردم ایران که خواهان آزادی و حاکمیت مردمی هستند به چالش کشیدند. بر روی برخی پلاکارت‌هایی که معلمان و فرهنگیان در دست داشتند نوشته شده بود: معلم، کارگر، دانشجوی زندانی آزاد باید گردد. تا پایان دریافت مطالباتمان می‌ایستیم. جای معلم زندان نیست. دست غارتگران از صندوق‌های بازنشستگی کوتاه باد. این بار مصمم آمده‌ایم. این بار متحد و ایستاده‌ایم. فریاد می‌زنیم، فریاد از این همه بیداد. زندگی می‌خواهیم. وعده و بهانه به ما تحویل ندهید. تحصیل رایگان حق فرزندان ماست. ما خواهان حقوق بالاتر از خط فقر به میزان بالاتر از 4 میلیون تومان هستیم. اتحاد همه بازنشستگان کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی گرامی باد. در تظاهرات معلمان، مادر زندانی سیاسی محکوم به اعدام سهیل عربی هم شرکت کرده بود که با استقبال معلمان همراه بود. معلمان استانهای تهران و البرز در برابر سازمان برنامه و بودجه و معلمان سایر استانها در مقابل اداره آموزش و پرورش در هر استان دست به تجمع زدند. معلمان از جمله در این شهرها تجمع برپا کردند: مریوان، کرمانشاه، عراق، شهرکرد، اصفهان، شیراز، تبریز، اهواز، رشت، علیگودرز، قزوین، سنندج، همدان، مشهد، تربت حیدریه، سقز، خرم‌آباد، بوشهر، اردبیل، یزد و کازرون. کمیسیون آموزش و پرورش شورای ملی مقاومت با صدور اطلاعیه با تبریک روز جهانی معلم به معلمان و فرهنگیان شریف ایران، مبارزات این قشر زحمتکش را ستود و افزود: در روز معلم یاد و نام معلمان شهیدی را گرامی می‌داریم که طی 38 سال حاکمیت جهل و خرافه و استبداد به خاک و خون کشیده شدند، یا برای آزادی و ستاندن حق معلمان سالها حبس در زندان‌های قرون وسطایی رژیم را متحمل شدند. این اطلاعیه ضمن برشمردن انواع فشارهای سیاسی و اقتصادی و سرکوب و تبعیض و محرومیتی که حکومت آخوندی بر معلمان شریف میهنمان تحمیل کرده،
عموم مدافعان حقوق بشر و اتحادیه‌های معلمان و فرهنگیان در کشورهای مختلف جهان را به محکوم کردن سرکوب فرهنگیان ایرانی و اقدام مؤثر برای آزادی معلمان زندانی فرا می‌خواند و از دانش آموزان و فرهنگیان در سراسر جهان می‌خواهد از معلمان ایرانی حمایت کنند. قرارداد شدگان مؤسسات حکومتی 18 روز تحصن خود را در مقابل قضایی آخوندی در تهران پشت سر گذاشتند. تحصن کنندگان در حالی که قرارداد شدگان مؤسسه های کاسپیان و آرمان و سامن الحجج و بدر طوس از شهرهای مختلف از جمله کاشمر و مشهد و استان گیلان به آنان پیوسته بودند، علیه قارتگری رژیم و کارگزارانش شعار زد دادند. قارت شدگان مؤسسه آرمان در زیر باران شعار می دادند تجارت حیا کن، پول ما رو رها کن. تحصن شبانه روزی قارت شدگان در اهواز. قارت شدگان مؤسسه آرمان در اهواز از ظهر روز چهارشنبه 12 مهر تحصن شبانه روزی خود را در اعتراض به قارت سپرده هایشان در مقابل شعبه این مؤسسه در کیان پارس آغاز کردند. قارت شدگان در شرایط سخت و بارانی و شبهای سرد در تهران به تحصن خودشان ادامه می دهند. اما با عزمی راسخ برای به دست آوردن حقوق به یغما رفته خود ایستادگی می کنند. با صحبت‌های یک خانم قارت شده، خطاب به سایر هموطنان، اخبار امروز سرخط را به پایان می‌بریم. 10 ماهه که تلاش بیوقفه کردیم، 10 ماهه که واقعا ایستادگی کردیم. متاسفانه بانک مرکزی خیانت کرده. متاسفانه قوه قضاییه هنوز رأی قطعی صادر نکرده. متاسفانه از بین سپرده‌گذاران افرادی به دیگران خیانت کردن و در حال حتی همین حال خنجر زدنه. اما عزیزان نباید این تحصن رو اجازه بدن که از بین بره. به دلیل تمام زندگی ما، تمام در واقع هستی ما بسته به اینه که این تحصن بتونه که مطالبات رو برآورده بکنه و به یک نتیجه مطلوب برسه. یعنی تا وقتی که نتیجه قطعی رو نگرفته این تحصن ادامه پیدا کنه. کار سختیه، کار آسونی نیست، کار بسیار دشواریه، ولیکن همواره رسیدن به نتایج بزرگ کار سخت و دشواری بوده. در عینی که سخت با همدلی میشه آسونش کرد، با همراهی و اتحاد میشه پیشش برد و به نتیجهش رسوند. دوستان باید به یاد بیارن که این پول رو ظرف 1 ماه، 2 ماه، 1 هفته، 2 هفته جمع نکردن، چه بسا سالها و سالها و روزها و روزها و ساعتها بابت جمع‌آوری این پول زحمت کشیدن که به یک بار از دستشون خارج شده. بنابراین اگر که دوستان میخوان که به نتیجه مطلوب برسن، نباید فریب ها و نیرنگ های بانک مرکزی رو اجازه بدن به نتیجه برسه. یکی از این نیرنگ ها همین اعلام دوباره بعد از 2 ماه زیر 200 میلیونی ها با کسر 40-50% در واقع سود و اصل پوله. بنابراین دوستان نباید کوتاه بیان و اجازه بدن که به این شکل ظالمانه اوضاع به نفع اونها پیش بره. سخته، سخته، مقاومت سخته، همواره سخت بوده، اما پیروزی عوضش خیلی شیرینه. پیروزی میتونه تمام این سختی ها رو از بین ببره.